کلم سنگ کلم سنگام خراب کلی سحر رو میارم بالا خودم سبزی پاک میکنم برنامه ریزی میکنم سلام مرسی زیبا صدا تو یکم برای من بد شد نمیدونم چرا بخواهی بری دوباره بیاد؟ آره یکم نویز داره باشه تا این آهنگ تموم بشه این داره چیخ میکرد دستای منو بیل نکن بچه ها تموم بکنید صدا خوب نیست چجوریه صدا؟ صدا ضعیفه؟ چجوریه صدا؟ آهنگی که میشنیدید گردنبند سمیراست نه این گردنبند چیزه صدا آهنگت نمیاد صدا چجوریه؟ بذارید ببینیم میاریم بچه ها شما آرام میاریم بالا صبر کنید بذارید اول من بشینم صدا چه جوری الان خوبه فکر کنم ها بچه‌ها خوبه صدای من خوبه صدای تو که خوبه خب آره خیلی زلال نیست فکر کنم خوبه اگه بد شد هندزفری میذارم نه برای من خوبه آره نگاه میکنم بچه‌ها هم میگن که صدا خوبه خیلی خوب سحر تو سوالایی که هستش رو اول سوالا رو جواب آه بچه ها گفتم بعد سوالا رو جواب بده من گفتم که من که دارم سبزی رو پاک بکنم خب برم یه روشی بزنم ما ولی کوشن بر من نمیاد چون مهمون لایوم ولی از توی چیزا میخونم از توی کامنت ها میخونم از توی کامنت ها بخون چون بچه ها خیلی از تو سوال دارن
بعدش در اولا که من ازت برای این پستی که گذاشتی در رابطه با مادر من، اکانت مادر من، مادر دیگه، مادر من بیولوژیکی، آره هی میخواستم نگم ولی آفرین گفتی چیزه. بعدش من چیزو شروع کنم، بچه‌هایی که میخوام بیان ببینم، اونایی که میخوام بیان یه چه یکی دو نفرم بیاریم. میخوای نوشین رو بیار زیبا. نوشین کو؟ نوشین پیام میده، نوشین ریکوست بده که زیبا بیاره. آره بچه تا دستم رو به زیبا جان گوشی تو عوض کن. گوشیم چیه؟ مشکل داری گوشیمون؟ نه گوشیت عالیه، مشکلی نداره. آره کیفیت هم خوبه. آره برای لایبا خوب. البته یه امتیازاتی اون گوشی قبلیم داشت که این نداره و خب یه امتیازاتی هم این داره اون نداره. خب بذاری ببینیم که اول من حالا دستم چرا پیج مامانت فیک بود؟ خب جوابشو میتونی بدی؟ فیک به این معنی که حالا عکس خودشون نیست، آره، ولی خب اسمش اسم خودشه و پیج خود مامان زیباست، ولی پستی توش نداره دیگه، پست نمیده. آره بچه این پیجو خیلی وقت داره، شما از فالوورهاش میتونید متوجه بشید که البته مثل که قبلا فیسبوک چیز بود، اکتیف بود. همینطوری بود دقیقا، یادمه که من نگاه کردم اونجا هم پستی نداشتن، فقط همین البته یه موقعی قضا میپخت و نمیدونم چیکار میکرد میرفت، نمیدونم نازیلا بود. زیبا نازیلا بود نه. توی فیسبوک اون موقعی که من بودم قبلا 5 سال پیش یه چیزایی رو میذاشت، مامانم اینو پخته، نازیلا شاید میذاشت نمیدونم، ولی یه پیام هایی از اینم بود. خب تو پیجش هم نمیدونم، بالاخره یادم نیست. مثلا من دیدم با مامانت با همین پیجی که مثلا داره توی پیج نوه هاش دانیال و اینا میدیدم لایک میکرد مثلا یا کامنتی کوچولوچی میذاشت. من یه بار فیسبوک 5 سال پیش همین این همین که چی فران علوی دیگه، خب من دیدم هم مهین آره چون میدونی فامیلشون مهین علویه ولی خب دیگه علوی هم من اصلش علویه چون مهین جزء فامیلیش هست. ولی من تقریبا اون موقع که فیسبوک داشتم، فیسبوک من از بین نرفته بود و اینا، من یه روزی دیدم که سبزی ها رو شروع کنیم دیگه، اصل کار من یه بردارم اینم در اصل کار چیزه. بچه هایی که تقاضا میدم بگو تا من دستم یه ذره چیز کنم. بچه چون که من چیزا رو نمیبینم، مثلا اگه شما ریکوست بدین برای من نمیاد، اینجا تو کامنت بنویسین که مثلا من ریکوست دادم که من به زیبا بگم. بعد ببین من این داستانا رو میخوام آوردم که تو یه سری پیاما رو ببینی، بعدش یه سری سوالا از تو خود از خود تو هست، کارهایی که تو این رابطه هست، چون تو این زمینه ها خیلی در مورد تو صحبت کردن. خب ما گفتیم که خب بیاین دیگه بچه هر حرفی داریم بگیم، ولی بذار داشتم در مورد فران این حرف رو میزدم. من یه بار اون موقع که فیسبوک داشتم یه دفعه دیدم یکی منو فالو کرد، اون موقع هنوز انقدر زیاد نبود که فالو کننده ها رو متوجه نشم. خب بعد یه دفعه من دیدم مامان من، گفتم وای منو فالو کرده فلان و اینا، همین با همین عکسم بود، همش هم عکس نمیدونم حضرت علی و نمیدونم از اینجور چیزا دیگه. خب من اینو باید برعکس بذارم، این بذارم اینجا، اینو بذارم اینجا، اینجوری آره با چیز باشه. یه داری چی رو میخونی؟ حواست به اوناس باشه. آره دارم میخونم ببینم اگه مثلا سوالی باشه چی میکنم بیشترشون باشه.
سوال نکردم. خوبه که میکرد. ولی بعد که من خوشحال شده بودم منو فالو کرده مامانم، بعدش خیلی خوشحال، یه روز نمونده بود یه دونه امس که پست درباره سکس با محارم بود، چی بود، یک سوال یکی میپرسم من میگم، او یه دفعه ایدم رفت فالو کرد. بلاک آن فالو چیه اصلا وجود نداره، فکر کنم منو بلاک کرد. بعد از اون مطمئنه که اینستاگرام هم به فیسبوک وصله دیگه، اینستاگرام هم تقریبا به فیسبوک، این دوتا با هم هم. بعدش این چیز شد، بعدم دیدم که همون عکس همون چیز اینجاست. بعد کی به من گفت؟ تو گفتی؟ من گفتم. آره من. آره زیبا مامانت پیج داره. آره. از کجا فهمیده بودی؟ از کجا؟ چند سال موقعی که کی دو سال خب از کجا فهمیدی؟ از روی اکانت های فیسبوک من متوجه شدم که چیزه ایشون پیج دارم، یعنی نازیلا رو که از فیسبوک پیدا کردم، بعد از چیزم پیدا کردم از اینستاگرام، و فکر کنم از اکانت نازیلا متوجه شدم. این من یادم افتاد بعد که اومده توفه، چون من نمیرفتم دنبال اینا، نمیرفتم، چون وقتی میرفتم بعد یه جوری یه حالتی میشدم دیگه، بعد گفتم ولکن برای چی میری دنبالشون و اینا، هیچی دیگه. اینم از این. ولی توی این جالب بود برام که پیجش بازه، پیجش باز. بچه پیجش چیز نیست، چیه، فکر نیست، ولی این که بتونه جواب بده فلان و اینا، حالا فکر کنم متوجه نشده چقدر فالو شده، چقدر فالو شده تقریبا فکر 66 تا بود، بعد شد 300 و خورده، یعنی حداقل میشه 240 تا تا الان. من ساعت پیش دیدم 400 گذشته بود. آها خب دیگه، پس همینطوری بیشتر هم داره میشه. زیبا یکی از بچه پرسیده که مامان چند سالشه؟ میدونم این روزی 81 ساله. ببین من 1000 از بابای من 10 سال کوچکتره، بابای من 1310، مامان من 1320. چند سال میشه؟ درست 80 سال میشه دیگه. 1900 1400. آره 80 سالشه. یه زیبا سبزی چیه پاس میکنی؟ جعفریه سبزی. این نرناس، این یکی هم گشنیزه، دیروز احمد آورد، میخوام دیگه اینا آش درست کنم فردا. خب کردم کوکو درست کنم، چون توزیه به من میگه که اولین باری که اومده بود خونه من یه کوکوی درست، همش میگه اون موقع کوکو درست کرده بودی، اون موقع نمیشه این. گفتم بابا این همونو من درست میکنم، ولی خب مزه، چقدر پیام رفته بالا. خب آره. این کی میخواستی بیاری؟ کیه؟ من برای تقاضا کننده ها رو ببینم. نوشین اومد. خب نوشین بیاد. نوشین بیاد ببینیم که چه میگه. آره نوشین سلام، کامنت دادی به در رابطه با مامان من، بگو ببینیم. من تصویر رو درست ندارم هنوز از شما. اشکال ندارم، ما تو رو داریم. آره چه لباس خوشگلی هم پوچیدی، دو رنگه. طبقه من خواب بودم، ببخشید. خب بگو جانم چی بگم. برای چی پس اومدی؟ باشه. آخه من یه از لایو رفته بودم بیرون، متوجه نشدم موضوع صحبتتون چیه، داشتم سعی میکردم ریکوست بدم. آها زیبا گفتین یه کامنتی در مورد مامان زیبا دادی، که فکر کنم حتی زیبا اون کامنتشو توی چیزام گذاشته آره. بودی تو کانال داشتم که این روزا چرا اینجوری خیلی عجیبه فلان اینا. بچه من اینا رو استفاده میکنم و نمیندازم دور. نه خیلی خوبه، حالا بگی اینا برای آش خوبه، برای آش. خب بگی ده اول شما بگو بعد من بگم. بکنم یه حرفی نداره بخوایی بگی برو. اگه حرفی نداشت نه نوشی.
آره نه آره اسکرین واسه سحر فرستادم در مورد اون خانمی بود که راجب آقای کی بود به من ریکوست داده به من داده بود اسمس داده بود نه اون رو برش کن اون رو توی لایو الان نگون برای که نمیخوام اصلا اسمش توی لایو بیاد. یکی از بچه ها پرسیده چرا سحر از خودش و خانوادش و خواهر برادرش نمیگه. من تا به حال زیاد در این مورد صحبت کردم ولی حالا چون که میپرسین من یه بار دیگه هم توی این لایو میگم. من دو تا خواهر دارم که یکیشون 5 سال از من بزرگتره به اسم مینا و یکی دیگه شون هم 3 سال از من بزرگتره به 8 سال بخشید از من بزرگتره به اسم سیما که هر دو تاشون هم ازدواج کردن و بچه دارن. اینم برای بچه هایی که از من پرسیده بودیم. خب اول اینکه خب اگه نوشین صحبتی نداره بره یکی دیگه از بچه نوشین. مرسی که اومدی ممنون برو پایین تو. مرسی. بعدش یکی دیگه از بچه ها بود گفت منو بیار اینو بیاری بهش اینم میخواست فکر کنم بیاد ببینیم. خب بعد بره بعد زبدره رو بزن میره. آره خب سیم چه دست دست به چیز. خب منو بیار سهیلا فلانو میگه که منو بیار این سهیلا رو ما براش میبریم. خب ممکنه بین اینا هم یه موقع پیام بازرگانی بشه دیگه. ممکنه بشه سر آمادگیشو داشته باش چون ما از قبل کسایی رو نمیشناسیم. خب سوالایی که من سوالای بچه ها رو میخونم. خب به نظرت میشه در نظری با آتنا با تو خوب آها این هر چیزی که در رابطه با آتنا چیزه اون چیه؟ نه اون کسی که گفت منو بیار نتونستم بیار نه آنیبل نوشت آتنا حالتون میگه میانش با تو بچه ها. این خاله دیگه من که شما الان تو همون فال چیزا میبینید اسمش رو اونجا آتنا نوشته ولی اسم ما که الان میشناختیم آتقه بود ولی خب حالا آتنا صداش میکنم. خب مثلا من چون سال هاست خبر ندارم دیگه. پسرش هم توی هامبورگ پسر خاله من میشه. حالتونه که چند وقت پیش یه وایس ازش گذاشتی روی چیز باش صحبت کردی؟ این علوی خاله هست نوت خاله ناخونیه ولی این خاله چند سال بزرگتر از بتیه. خب ولی چیزه این تهران زندگی میکنه طرفای ولیعصر زندگی میکنه دو تا پسر داره یه دختر داره. دخترش هم اومد یه بار هامبورگ ملاقات منو دید ولی خب اینا ترجیح دادن در حجمه یا فشاری که از طرف خانواده و این چیزا هست. آره برن عقب نشینی کنن و سکوت کنن و با من حرف نزنن. خب اینم آتنا با من خوب بود خیلی خوب بود خیلی هم منو دوست داشت ولی خب الان کجا و اون زمان کجا. الان جرأت میخواد به من نزدیک شدن. یکی از خاله هم فقط با من در ارتباطه اونم جز فالوئرای چیز فالو کننده های فران هست فالو شبنده ها. یه چیزی که میخواستم بگم تو بیتی رو دیدی یا ندیدی؟ نه بیتی از نزدیک ندیدم ولی باش صحبت کردم. بگو چی سوال میکنی بگو. ببین یه چیزی که برای من چیز بود یعنی متناقض بود اینجا من یادم وقتی که نازیلا با شما صحبت کرد گفتش که مامان خیلی چیز میکنه لایوهای زیبا رو دنبال میکنه همش صفت رو میبینه وقتی که میبینیم روحیش خوبه یعنی که مثلا لایو تو خوب بوده براش وقتی که برعکسش مثلا لایوش یعنی لایو خوب نبوده براش بعد اینا نمیخونه با اینی که میگه من حتی عکسشو نمیخوام ببینم حتی عکسشو چیز نمیکنم. خب چطوری اگر همه لایوها رو میبینی در حالی که همه لایوها رو میبینی نمیخونه کرکس منی دیگه
ببین یادم رفته بود این چیز، اصلا یادم رفته بود. راست میگی نازیلا که اومد گفت همه لایواتو میبینه، ما میبینیم حوضای. راست میگی، راست میگی. خب حالا الان میگه که ما عکساشو پاره کرد. پاره. البته عکسای منو فکر کنم هیچ جا، چون پوشنگ دوست، یکی از دوست پسرام که رفته بود تهران، اونم میگفتش که زیبا من عکسای تو رو ندیدم. خیلی ها الان گفتن که ما سه تا دختر داریم. حالا خیلی ها فکر میکنم مثلا برن بامان من الان یه حرفی بزنن. بچه ها رفتید اگر بهشم فوش دادید تک من نخواهد گذر. برید هرچی بگید، تازه خوشحالم میشم. فکر نکنید که شمارش دست هر کی اومد، شمارش دست هر کی اومد انتشار بده به دست همه. بدید به هم، برید به دست دست حسن بدرقه هست. من نمیدونم الان حسن بدرقه شماره رو داره. برید از حسن حسن بدرقه با مامان من حرف زده، ارتباط داره. حالا اینا فکر کردم مثلا اگر شماره ما، شماره مامانم رو نمیدم فلان، اینا نمیدونن که من خودم از دوست پسر، یه دوست پسری داشتم بهش گفته بودم که میخوای یه خدمتی به من بکنی، برو به اونا، برو به پدر مادرم، هر چی از دهنت میاد بگو. حالا اینا فکر میکنم مثلا من الان یکی بره به اونا زنگ بزنه بگه آی میدونی چه دختری داری، میدونی دختر شما مکنون بودی دنیاست، بدون چه کشته زد میگم که مامانه توی وایس میگه، میگه که زیبا وقتی که اون اکرم حامله بوده، نمیدونم بچه رو از توی بغلش گرفته و بهش گفته برو گم شو، من میخواستم ببینم که مامانتونم اونجا بود وقتی که این صحنه اتفاق افتاد. مامان من اینجا اساس، من اکرم رو تا سالها ندیده بودمش و من حالا کی هم اکرم رو دیدم، اکرم رو دیدم. این که میگه بیا برو شر رو بر دیگه، فیلم هندی میکنه که مثلا چیز. البته مامانم دیده بودتش، چون من توی کتاب زینب اگه نگاه کنید تو کل دوران زینبم یک دروغ من فقط میگم و اون دروغ این بود که من به جمال میگم که جمال نگوزن داری، پدر مادر من قبول نمی کنن. ولی جمال به خود من گفته بود و من بهش گفتم که به چیز اشتباهی بود که من در زمانی که زینب بودم انجام دادم. خب تاوانشم 10 سال دادم واسه همینه که یکی از چیزایی که الان دارم در زمان زینب چیزم قبول ندارم، در زمان زیبا دروغ مصلحتی هم قبول ندارم. دروغ مصلحتی بود دیگه اون موقع، به خودمون گفتیم دروغ مصلحتی بود. جایی که من میدونم یکی از مشکل که اولی اختلافی که با جمال، نه حالا اختلاف ولی بگو مگوهایی که بعدن پیدا کردن سر این بوده که شما میگفتی فاطمه بره مامانشو ببینه، جمال میگفتی که وقتی که این میره پیش مامانش تحت تاثیر قرار میگیره، میاد رفتاراش مثلا عوض میشه، که باز شما میگفتی نه من میخوام این بچه به هر حال خب. چون دوست داره در ارتباط قرار بگیره. بذار من یه چیز بگم، مامان من و مامان من اولین از طریق اکرم متوجه این جریان میشه. تو خوبه، خیلی خوشحالم متوجه این جریان میشه که من با کسی که میخوام ازدواج کنم زن داره. خب به جمالم من گفته بودم باید بزنه بگی، که اونم گفته بود که خب متوجه شده، من بهشم گفتم و اینا. خب پس این مسئله حل بود دیگه. تنها کسی که نمیدونست خانواده من بود که اکرم لطف میکنه میگه، ازش صمیمانه متشکریم، میره یه عکس از خودشو با جمال و با بچه هاش نشون میده. خب ولی من اکرم رو ندیده بودم اصلا. من موقعی که بیشه جمال میرم، جمال خونش از دست داده بود. کتاب زینب رو بخونم، من دستم بشورم بیارم. خیلی خوب شد اینو گفتی تا من بگم که کجا من زینب اکرم رو دیدم. ببینید بچه ها، این کتاب من که پیش گفتارشم دو نفر نوشتن، جمال گیزنگ قاضی، گیزنگ قاضی پیش گفتارشو نوشته و پیش گفتار دومشو، پیش گفتار اولشو جمال نوشته. این کتاب رو من داده بودم بهش، حاضرم هم که به اکرم بدم، اکرم منو نمیخواست ببینه، یعنی پیداش نکردم. خب
وگرنه به تمام کسانی که میشناختم این کتاب رو دادم، گفتم اگر در یک جایی من اشتباه کردم شما بگید. خب بذار من بعد اینو بردارم این چیزا. ببین در مورد اکرم، من اکرم رو ندیده بودم و موقعی که من ازدواج میکنم با جمال، جمال همه چیزشو از دست داده بود، هم کارشو، هم حقوق خونشو، خونشو، به خاطر مسائلی که در رابطه با این که همین اینجا گفتم، حالا واردش نشین. خب من خیلی دوست داشتم ببینم، من مشکلی با زن اولش نداشتم. من اصلا به جمالم گفته بودم جمال اگر اصلا زن اولت مهم باشه، اگر موافقت که برو، من به خاطر اعتقاداتی خواستی من این ازدواج رو کردم. این هیچ، چون خوب سبزی ها تموم شد. اما کی اکرم رو دیدم؟ اکرم رو موقعی دیدم که این بچه رو دختر خوندم، فاطمه، من متوجه شدم که این، چون جمال خیلی با زن اولش مشکل داشت، من مشکل نداشتم و این بچه دلش میخواست که بره پیش مادرش. من اینو زن جاریم به من گفت این حرفو، گفتم خب بره پیش مادرش، بذار این کارو، که من یادم اون موقع از چین اومده بودم، یه کیف خیلی خوشگلی داشتم با یه دسته گل و فلان اینا رو براش گذاشتم، گفتم میخوام برم گفتم بیا من که داستان ریزکاریاشو من براش گذاشت. و من با جمال صحبت کردم، گفتم بهش که جمال دوتا مادر بهتر از یه مادره، دوتا این که ماری داره، بذار این مادر اصلیش رو ببینه، مانش نشو. خب اون موقع دیگه جمال میتونست مانش بشه، چون هزانک با اون بود، همه چیزا رو دیگه با بچه ها رو جمال به عهده گرفته بود. اما من باعث شدم این کارو بکنه و بعد گفتم من خودم میبرم سر قرار، خودم من رفتم سر قرار. اولین باری که اکرم رو دیدم اینجوری خیلی بد، البته زن بسیار خوشگل، زیبا، خوب، خوشم هم میامد، خوشم هم من مشکلی باش نداشتم، که اومدم گفتم که من دو بار اکرم رو دیدم، دوبارش هم بعد از طلاق من بود که ریزکاریاش اینا رو نوشتم. مامان من که این حرفا رو میزنه برای اینکه خب دیگه مادر من در بارها به شما گفتم، اما من میخوام بگم بدونه، بیاد همه حرفای اونم بشنوید، اما در زندگی رابطه با من به قدری تخصص در دروغ گفتن و بزرگنمایی و مرثیه خوانی و جفسازی اینها داشت که من اواخر وقتی باش حرف می زدم می گفتم بدون ضبط من با تو صحبت نمی کن. بعد می گفت نه تو اجازه نداری، گفتم پس می تونی قطع کنی، من صحبت رو فقط با ضبط، به خاطر اینکه می زنی زیرشون، به خاطر اینکه تغییرش میدی، حالا اینو نگفته اشکال نداره. خب ما کیا رو میتونیم اینجا ثابت کنیم که زیبا درست میگه یا نمیگه؟ خب شما اصلا فکر کنید که مادر من درست میگه. اوکی بیاد، خیلی کاری جالبی کردی، گفتی من حاضرم با تو لایف بذارم، حاضرم بیاد با تو صحبت کنم. اگر سیما این لایو رو میشنوه، اینا رو برای مامان من بفرسته، بگه که با سیما صحبت کنه. آیا سیما شما ایشون رو دیدید؟ اکرم رو دیدید؟ کجا دیدید؟ و کیک چه مدت دیدید؟ چه زمان کی با شما بوده؟ اون موقع بچه ها در چه شرایطی بودن؟ آیا بچه ها رو من میتونستم بگیرم؟ یه بچه، شما ببینید حکمت شعور هستی رو، ببینید چقدر کارگردان قشنگیه. خب این مادر محمد 6 ماهش بود، محمد پسر بود، محمد پسره دیگه، فاطمه دختره. از نظر قانون اسلام مادر میتونه بچه رو تا پسر رو تا 2 سالگی، دختر رو تا 6 سالگی نگه. اصلا بگیریم گیری من گرفتم، من گفتم من میده بچه رو، حالا مثلا گیریم اینا، قانون که از اون دفاع میکرد و خیلی مسائل دیگه که اینجا باید خود فاطمه بیاد، فاطمه سارا دختر کوچیک یادش بود، بابا ما رو به پرورشگاه ندی، مامان گفته من بچه رو میذارم به
میندازم یا میدم به پرورشگاه، بچه ها رو میندازم سرت که فشار بیاد رو سرت. بابا ما رو به پرورشگاه ندید، که با جمالم خیلی فاطمه رو دوست داشت، گفته بود با من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. از این حرفایی که شما اینا رو من میگم از این حرکت کنید که خانم نوبری حرفاش درسته، ولی کسای دیگه هم خواهند اومد. ببینیم سیما تو این رابطه چه برخوردی میکنه، بیاد این سوالا رو مطرح کنه ازش. و تو شمارش رو حسن بره مطرح کنه، حسن بره مطرح کنه، حسن که شمارش رو داره. ببینیم آیا اینجا که حسن دفاع میکنه، حسن چیز میکنه، چه جوری برخورد. چه حسن که رفته بود با شرف زده بود، بره باش این سوال رو مطرح کنه. یه چیزی دیگه که من خواستم بگم، خب مادرت که مثلا اینطوری صحبت میکنه جوری که انگار خب خیلی حالا اون بچه ها رو دوست داشت یا دلش به حال اونا سوخته یا چی، من جایی که توی کتابتون خوندم شما گفتی حتی موقعی هم که اینا ایران نبودن، یک باری هم که بچه ها رو خواستی ببری که اصلا اون خونه رو ببینن، چون شما وضعیت مالیتون با جمال جالب نبوده، میخواستی مثلا حالا به هر حال بچه ها رو اونجا ببری. خونه مثلا با مامان، مثلا بابا بزرگ و مامان بزرگ ما، ثروت فلانم بهمان، حالا فکر میکردن که گوهی هستن حالا اونا، حالا ولی با ترس و لرز بوده، چون مثل که مامانت گفته که این بچه ها به هیچ عنوان حق اومدن تو این خونه رو ندارن و اصلا نباید بچه ها رو بیاری. شد برای من نزداش، گفتم مامان این بچه هست بذار اینا بیان، یه با گفت اجازه نمیدم. و من موقعی که اینا کانادا بودن گفتن مخفیانه ببرم این بچه ها رو که این خونه حداقل خونه رو ببینن. اینقدر که من از این خدمتکار چون اونجا همیشه خدمتکار و رانندمون بود دیگه، طبقه پایین بود، اونا هم خب معمولا خب طرف اونا بودن دیگه، اینقدر که من بخاطر به محمد که داشت پیانو گفت این چی گفت پیانو رو بزنه، اومد پیانو رو بزنه، اینقدر که من سرش صدوش نیسته کوفتش کردم این بچه رو، کوف کردم، گفتم اینقدر که سرش آخر گریه کرد، گریه کرد، گفتم که از بس یواش 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 سرش داد کشیدم که یواش، که آخر سر اینقدر ناراحت شدم که گفتم این بچه رو نذاشتم من مثلا یه دونه کوفته، مثلا از ترسای خودم بود دیگه، میترسیدم که مثلا این بچه مثلا بفهمن که من اینو آوردم، هم خواسته بودم نتونستم، یعنی هم برای اون کوفت کردم هم برای خودم. آره خیلی مهربون بود، می آورد. بابا چی میگی؟ مژگان که هست، مژگان، مژگانی که گروه ما یه مدت اومد، مژگان که آره یادم میدونم چی بود، دخترش پریا، مژگان چی؟ این مژگان خدمتکار خونه ما بود. خب خب به خاطر اینکه طبقاتی برخورد میکردن، بچه مژگان همسن و سال بچه های سهیلا بودن، خواهر من، این بچه وای میستاد اونجا نگاه میکرد بچه های دیگر که میرفتن استخ، من میگفتم خب بذار اینا بره، اینم بره استخ، این بچه هم بره استخ، نه این با استخ مال بچه های ماست، این خب تو خیلی یعنی فکر چیز بودی، فکر بچه بودی، فکر چیز میکرده، خاک به سر البته مژگانم بکنن که هر چقدر یه زمانی من ازش دفاع میکردم و این هر کدوم از این خدمتکارا من ازشون دفاع کردم، چون در مقابلشون کارایی که کردم پولشون دست پدر مادرم بودن، مقابل من وای میستادن، پولشون دست من. آره این بوده. حالا این اصلا من خواهم بگم اون اینی که مادر من فکر بچه چیزه، فکر بچه های خدمتکار بچه مژگان رو بیزاش بره توی استخر، بچه مژگان رو چرا نذاشتی؟ خیلی فکر بچه ای تو، بچه های من رو نذاشتی، بچه فرزند خونده های من رو نذاشتی بیان یه لحظه یه بار بیان اونجا، تو الان داری دفاع میکنی از این که مثلا مدافعی طبقاتی طوری باید برن، اونا حدشون فرق میکنه، فکر میکنن که حالا مثلا چیه حدشون فرق میکنه.
بله دیگه، اینه این چیزیه که تو جامعه ما وجود داشت. فکر میکنی در رابطه با چیز هم همینطور بود، ناتنی تنی هم همینطور بود، مثلا یک مزخرف، یک فرهنگ مزخرفی توی خانواده ماها بود، فرهنگ حالا فکر میکردن که از دماغ کدوم فیل افتادن که حالا چی هم آخر سر فکر کردم به منم گفتن دیگه چیز هم دیگه، منم خوب شد من اصلا از اونجا پاک کردم، انگار از یه خانواده سلطنتی اسم ما رو پاک کردم. بهتر از اون خانواده سلطنتی. مثلا سلطنت خودش چه گوهیه، مثلا سلطنت خودش چه چیزیه، مثل این شاهزاده های این چیزا الان هستن میشینن تو کالسکه و فلان، خانواده سلطنتی مفتم میخورن، مفتم از تمام آدم ها. تو کی هستی که واسه چه فرقی میکنی که الیزابته نمیدونم ملکه الیزابته فلان یا ار نمیدونم شاهزاده فلان، حالا چون مثلا جنت نمیدونم چه دی ان آی نمیدونم چی چیه نمیدونم همون گوه مه داره، حالا ما الان از اون خانواده رد بشیم بریم تبدیل بشیم تغییر بکنیم به چیز سنده منو دوشتو. یه دونه مگس اومده از صبح بلم نمیخواد، حالا میخواییم نکشیمش. بیا به طولمش. خب بگو دیگه، اینم از سوالای بچه ها رو ببینیم چیه. از زیبا باهات همزاد پنداری میکنم، به نظرم تو یه زنه بزن، خیلی دوستت دارم، مرسی. این سوال نمو زیبا منو خوش مسیح سلطانی ببینیم، میگه مسیح سلطانی، میگه منو بیار مسیح سلطانی ببینیم این مسیح. یه چند نفر رو من خواستم بیارم، فاطمه مرادی ببینیم این چیه، کی میخواد بگه فاطمه مرادی. آشنا ما شدم آشب بزن انقدر که ما بفرمو چی بود؟ نمیدونم، فکر میکنی فیکه؟ آره فکر میکنم هرکی بود آمادگیش هم نداشت که بیاد بالا. آها من که نفهمیدم چی نشون میدادم، ولی خب خب بذار ببینیم. چرا مامان تو دوست نداری؟ برو کتابامو بخون. اصلا دوست داشتن دوست نداشتن حسم اصلا مرده در رابطه با اونا. خب این خانم نجفی اگر به قبل از فرایبورگ برگرد، این خانم نجفی نیست، من این چیزه پیج اصلی خودش نیست. آها فکرش آره من قبلا زیبا تو خوشگلتر بودی یا زن البته اکرم خوشگل بود بچه، من اکرم رو دیدم خیلی خوشگل بود. زیبا یکی از بچه هم سوال کرده بود، گفته بود که جمال بعد از جدایی با تو دوباره با اکرم برگشت زندگی کرد. من میدونم جمال همون موقع من بچه ها رفتم به اکرم یه حرفی یه بار یه دیدمش، گفتم اکرم یه سوال میکنم، اگر من عامل طلاق تو بودم من برم بیرون میای دیگه نه؟ یه همچین چیز رو مطرح کردم، گفتم میخوای من مگه نمیگی که عامل طلاق من بودم، تو بیا من الان برم تو بیا. گفت نه تو با من ازت ممنونم، تو من از یه جهنمی نجات دادی. بدون خوب اگر منم نونو گفت تشکر کن چرا برمی. ببین این حرفیه که به آدم میزنن خانه از پای، بس این بحران خانوادگی چون خیلی قبل از من بوده. اینو باید از چرا بعد از من جمال نرفت سراغ اکرم، چرا با من حتی بعد از 12 سال بعد از طلاقمون با من ارتباط برقرار کرد، اومد گفت کجایی عزیزم نمیدونم، اومد منو دید. چرا بچه هاش دنبال من بودن، یه سال دنبال من بودن، چرا این مسائل بوده؟ خب مشکل اگر در رابطه با من بوده خب
خب اونو که میتونستن رابطه دوستیشون رو داشته باشن، ما جدا شدیم. به جای اینکه تشکر از من بکنه که تو باعث شدی که من بچه هامو دوباره ببینم، قبل از این جریان این مسئله. ولی مردم همیشه دنبال یه مقصر میگردن و خب دیگه داستانمون پوپولیسمه. مردم عوام رو شما با یه چیزای سطحی، مردم هم آی خون ریخت بچه رفت، حالا به یه ذره تحقیق کنی که اصلا این جریان چی بوده، از کجا بوده، چی بوده. خب این مستلزم اینه که یه چیز داشته باشه. زیبا جون جمال زنده است، بله خیابون جنت آبادم زندگی میکنه، خونش جنت آباده. سریال تهیه کننده سریال پاییزی چیزم سریال آره عصر تهیه کننده سریال عصر پاییزی. من که ندیدم ولی تو من اصلا تلویزیون من ندیدم ولی اسمش چنده. خب اینم از در رابطه با جمع. آه اینم یه دونه دیگه هم بیاریم. چهار قسمت شد، خوب شد. آه خب اینم از این بچه ها برای تلگرام به من دایرکت بدین، بچه هایی که تو گروه تلگرام بکنید. خب بچه ها حرفایی که در مورد خود سحر دارید بگید. سحر دیگه چه سوالایی هست بپرس بگو که من دیگه دست نزنم به این چیز. بس که کامنت ها بگو جواب ده. آره بچه سوال بپرسم من جواب میدم، فعلا که سوالی از من مشخصا نپرسیدم. خب پس بذار من برم اینجا سوالایی چیز از زیاد شد یه دفعه. زیبا با گذشتت از گذشتت خجالت نمیکشی اگر برگردی عقب راه ها رو میری؟ اول از گذشتم به هیچ عنوان خجالت نمیکشم، از الان هم خجالت نمیکشم. خب آینده هم که آینده است دیگه. خب این از این. در مورد که راه ها رو که میخوام برم، الان برگردم به گذشته، شاید الان با این تجربه و تجاربی که دارم حالا برگردم، این که یه چیز غیر واقعیه، ولی خب برگردم به گذشته بیشتر اینی که الان هستم میشم. یعنی حتی اون دروغای تاکتیکی یا اون چیزایی که در زمان زینبی انجام دادم یا ملاحظاتی که خواستم بکنم یا حرفایی که میخواستم بزنم یا یک زمانی نتونستم بزنم صریح‌تر میزنم. خب لایو رو سیف میکنیم. بله لایوهای ما سیف میشه. زیبا چرا ادمینای تو رازندار نیستن؟ زندگی بقیه رو برملا میکنن. زندگی خوب مخصوصا سمیرا. خب با سمیرا برید هر چی که شما برملا کنید. شما مگه نمیدونید؟ برملا کنید بیایید چیزایی که در مورد سمیرا میدونید و به من بدید، من تو پیجم بذارم. خوبه؟ آره. سمیرا هم که من میگن چه به من چه به سمیرا، من بهش میگم خب بیا توی لایف با من بذار، با چهره خودت بیا از من سوال کن، فهم خودت معرفی کن اینجوری که من میام سوال بکن از من، من جواب میدم و منم از تو سوال میکنم. شما بیا در ما بفرما، ایشون یه ادمینم داره میگه بیا سوال کن، بیا سوال کن در مورد رنگ شورتش هم میتونی سوال کن. تو دیگه سوال این سوالا رو هر وقت جواب ندادی سیف میشه؟ سیف کن من بیام بگم ای تو چرا نگفتی برملا نکردی. همینطور سمیرا تا حالا من هر مسئله‌ای که بوده در مورد سمیرا ندیدم که مثلا ما به من بگه نگو زیبا این مسئله رو نگو، نه اینا رو ندیدم. خب این از خب بریم ببینیم که خب در مورد سمیرا سحرم میتونید بیای در مورد باکرگیش و فلان اینا همش صحبت کرده. اگر شما میدونید که باکره نیست، شما اون موقع بودید، بیاید افشا کنید، دلایلتون رو بدید، مسائلتون رو بدید، ما خودمون پخش میکنیم، خیلی خوشحال میشیم. قوانین گروه تلگرام خیلی سخته، من نتونستم بپذیرم تا بیام تو گروه. میخوای جواب بدی سمیه سهر؟
باید هم سخت باشه دیگه، یعنی گروه ما گروه چیزی نیست که واقعا بچه هایی که نتونن یه ویدیو مسیج بدن خب اصلا میان گروه ما برای چی؟ اساس گروه ما رازنداریه. تو میخوای قیافه خودتو ندی، تو میخوای اسم خودتو نگی، تو میخوای عکس خودتو نذاری، خب نه تو این گروه. خب این همه گروه های دیگه هستن که دارن در مورد انرژی و مدیتیشن و شما رو به ریکی و میکی و چیکی و پیکی میرسونن، نه از این چیزا دیگه میرسونن به اون. برید اون گروه ها، مجموع گروه همون از دعوا میکنیم، خاله زنکیم، نمیدونم از این حرف ده. ولی همه حرفای خودمونه، مربوط به خودمونه. نتونستی بیای برو از خودت سوال کن که چه گیری تو زندگی خودت داری، چه گیری تو عکس خودت داری، چه گیری تو پیج خودت داری. پیج خودت برای ورود به گروه بابا تو دماره رو دیده ها یه دونه سرم مگسه باشه. هزینه نداره گروه تلگرامی ما، رایگانه، فقط باید پیجاتون پابلیک باشه و ویدیو مسیج معارفه بدین و بدون این که هر مسئله اونجا بیان بکنین امکان انتشارش هست. طرف میگه که ممکنه که مثلا عکس منو از پیجم بردارن بذارن مثلا آفارت، احتمالش هست، ما هیچ تضمین نمیکنیم. عکس تو مثلا فرض کن دیگه بردارم فتوشاپ بکنم فلان کنم باهاش یه پیج درست کنم، چی میخواد بشه از مال ما؟ از تو چقدر پیج درست کردم سهر؟ از من چقدر درست کردم؟ برداشتن نمیدونم فیلم درست کنم فلان شو درست کنید، درست کنید. خب اینم از این یه ببینیم. چجوری تو سوال ندیدی؟ نه من این چیزم اومده این بالا دیگه. پدرت رو پس زدی به این نوسا؟ ثروت پدرم ایناش بیا، اینا مگه ثروتمند نیستن؟ پدرم و مادرم و خواهرام و برادرام و اینا، به قول بابام میگه همه اینا، نمیدونم خونه در کانادا، نمیدونم این یکی در آلمان، من یکی ندارم، اتفاقا راحت ترم، خوشحالترم، خوشبخترم. من مثل با اینا جواهر داشته باشم، کلیم بسیج کنم، سه نفر آدمم استخدام کنم که از اون جواهرها مواظبت کنم. بیا اینا همشون بیاد ببرید. خونه ای که ما داشتیم تو اونجا میدید چقدر طول میکشید اینجوری؟ یه دونه در ورودی فلان، یه دونه نمیدونم از آیفون ببینی، یه دونه بعد در آهنی روی اون چیز، یه دونه قفل بالا، یه دونه قفل پایین، یه دونه فلان، یه دونه تو اتاق خوابشو نمیتونستیم بریم. چی شد؟ خوشبختی آورد براشون؟ من هیچی، ثروتو زدم، خودمو گرفتم، رهاییمو گرفتم که بتونم حرفمو بزنم. ثروت داشته باش به خاطر اینکه اون خونه رو دادن، پولو دادن، فلانو دادن، بشیم خودفروش. خودفروش دیگه، حرفتو نزن ناراحت نشه مامانت، حرفتو نزن بابات ناراحت نشه، من باده اون پوله رو نده. بابام اومد گفت نمیدم، گفتم نده. زنده ایم، زنده. بیا فردام آش درست میکنم به این خوشمزگی. بیا حالا قرم سبزی های اون چنانی ردم دارم دسر یخچال، هفتا یخچال دسر یا نمیخوام. اصلا یخچال من الان خالی، اصلا به چیز، به بهار و سمیرا و اینا که دارم میام، بودم باید بهار داریم یا هیچی نیاری، همین یخچال هم یه چند تا چیزایی که داریم پر بود، همین هم بخوریم، به همسایه هم داریم یه دیروز یه سری چیزا رو. چی میخوام؟ از زندگی چی میخوام؟ میخوام مثلا یه شوهری که بابا مامانم انتخاب میکنه، چون به من یه خونه داده، یه خونه دادی چون به حرفت گوش بدم. میخوام برای یه لاس زدنم صد نفر باریه رو نمیدم چی فیلتر رد بشین که میخوام یه لاس با یکی بزنید، معلوم نیست چقدر این لاس ما طول میکشه. اتور بابا اتور، همون مال ارزونیشو خودشون برن گوش بدن، بچه حرف شنو باشن، ارثم تحویلشون بشه، خونه هم بگیرم،
مثل همین هایی که مهریه دارن دیگه. ما مهری هم نخواستیم، ما هیچی نخواستیم از این، نه از اون شوهرام نه از این چیزا، برای اینکه خودم رو خواستم. بزرگترین قیمت و بزرگترین ارث خودمم، رهایی خودمه. واسه همینه بیتی همیشه میگه که هر وقت ما میبینیم کسی که حالش خوبه زیبا. آره اینو همیشه میگه، همیشه میگه دیگه، میگه زیبا همیشه حالش خوبه. ما زیبا رو نمیبینیم، نه آرایشه، نه نمیدونم فلانه، نه نمیدونم چی، نه ماشین داشتم، او یه دوچرخه داشتم، کیف دنیا رو با هم دوچرخه کردیم و رفتیم. و اون یکی دوست پسرم قایق داشت، اون یکی دوست پسرم ماشین داشت، اون یکی دوست پسرم نمیدونم فلان داشت. شما دارید حتما باید به اسم من باشه. نه خیر، نمیخوام به اسم من باشه، که تازه کلی هم باید دنبال دنگ و فنگای اسمای بروکراسیش برم. خب اینم از ثروت پدر من، مال خودشون، مال شما هستن. همونطور که شد دیگه، مال دزدا شد دیگه. چند میلیارد، نزدیک بالای 20 میلیارد فقط از خونه دزدیدن و نفتن. خب بشه دیگه، بهتر دیگه، حداقل سرمایه‌ای راکت به جریان افتاد. الان با بچه‌های جمال ارتباطی چی؟ در ارتباط داریم، دل تنگ نشده براشون؟ من دلم برای هیچ کی تنگ نمیشه، من دلم برای هیچ کی تنگ میشه، تنگ نمیشه. بچه ها منو پیدا کردن، خیلی خوشحال شدم، خیلی خوبم، خیلی هم دوست دارم باشون در ارتباط قرار بگیرم. ولی برای اینکه ارتباط برقرار کنم، وقتی فاطمه گفت باید راز چیز مامانم نفهمه، مامانم اکرم نفهمه که من با تو در ارتباطم، کی زیبا رو پیدا کرد؟ کی زیبا رو پیدا کرد بعد از مدت؟ کی یک سال دنبال زیبا بود؟ چرا از زیبا نمی ترسی ولی از مامانت می ترسی؟ این همون سوال رو بکن. زمان باز دوباره نشون خواهد. خب بعد دیگه سوال بعدی ده. من تو رو آوردم بالا که هیچ چیز نکنم، دستم رو نگرم. اونا برای من، مگه یعنی که از پیجم هم نمیبینی؟ دین شما چیه؟ بی دینی. من نه نوکیش هستم، من نه نوکیش هستم، نه پوکیش هستم، نه کورنکیش هستم، نه فلان. من خود دینم بی دینیه و خودم هم قبول دارم. خدا پرستم نیستم، خود پرستم. بیا اینم بی دینی. سلام، میشه پین کنی؟ چی رو پین کنم؟ باشه بیا، این میگه منو پین کن. بچه این میگه منو پین کنید. بچه اینو پین کردم. سلام، میشه پین کنی؟ پین کردم. اگه میخواین برین دنبالش، کلاش قشنگه، دختر خیرتیه پرتیه، برین دنبالش. عاشق شدی تا حالا؟ نمیشه. عاشق شدی تا حالا؟ بله عاشق شدم و عاشق خودم شدم. هیچکیم چیزه بالای خودم دوست ندارم. هر کیم که مطلقه هستی زیبا جان؟ بله مطلقه هستی. بله یک کلیپی هم در این رابطه دارم که چجوری داستان طلاق من با جمال یه داستان بسیار استثنایی شد، بسیار استثنایی، و پرونده طلاقمون هم خیلی استثنایی شد. از منم میپرسیدن چرا از جمال که انقدر دوستش داشتی طلاق گرفتی؟ گفتم دیدم آخه از مردای دیگه هم داره خوشم میاد. گفتم قبل از اینکه بهت خیانت کنم بیا از هم جدا بشین، تو یکی از روابط من باش. که اتفاقا بعد از 12 سالم بعد از طلاقمون ما هم دیگه رو دیدیم، حتی با هم دیگه سکس داشتیم. یکی از بچه ها پرسیده از آرزو چه خبر؟ بچه آرزو خونه ی گیزینگه، با خونوادش هم در ارتباطه ولی با ماها خیلی در ارتباط نیست. حالش هم خوبه؟ آره حالش هم خوبه. خونه ی گیزینگ دیگه، دیگه غذاهای خوب، محیط بزرگ، خوشگل، خوب مهمه. کسایی هم که میان آرزو بهش، به نظر من خیلی هم خونه شکوفه خیلی خوب بود، مادر شکوفه. آره واقعا چیز یه ذره از این داشت کلم بخوریم، بعدم بخوریم داشت کلم، یعنی همون کلم سنگ.
به طور که گفتم. خب مطلقه هستینم گفتم و عاشق شدنم هم که گفتم، عاشق خودم شدم، هیچ کی رو بالای اگه از کسی هم خوشم بیاد خودم رو براش فدا نمی کنم. زیبا مگه جمال به زنش نگفته بود که تو رو گرفت؟ چرا دیگه، قبل از این که اصلا چیز کنیم، من حتی به جمال کتاب منو بخونید متوجه میشی. به جمال گفتم باید بگی، چون اگه بخوای با من ازدواج کنی زن، رضایت زن اول مهمه. و هر که رفته بود این حرف رو زده بود گفته بود که رضایت، حالا همسر شهید بود، اینا خانواده خانواده شهید بودن ها. هم جمال خانواده شهید بود، هم او خانواده شهید بود. ببینید اسلام براشون یه دونه چیه؟ مترسکه. اسلام براشون یه اول راست میگی مسلمان بودی؟ خب میگفتی که باشه اسلام زن من تا چهار تا زن قبول کرده. تو مسلمان بودی؟ منم که مسلمان بودم دیگه اون موقع. خب چه اشکالی داشت؟ این مامان من اگر تو بگی در رابطه با اسلام فقط یه دونه روسری و این امام علی هم عکسشو زده و یه دونه نمیدونم امام روزای نفرت انگیز، دروغ، رشوه، همه چی، ریاکاری، بعد دو تا نمیدونم برای امام حسین یه غذاهایی میدن مردم دن. چه غذاهایی دادن، وای این ور شوره زرد خوشگل، این ور نوشابه، این ور زرش برو، این ور فلان. بابا خدا قبول کنه، خدا قبول کنه، خدا قبول. چه آجاب آجاب آجاب، شما حرف ندارید، شما حرف ندارید. باز که چرا ناراحت شدم؟ رازهای خانوادگی رو مطرح کردم. به مامان گفتم یکیش اگه دروغه بگو عوض کنم، یکیش. نازیلا تو که نازیلا، سهیلا، سیما، اینا یکیش اگه دروغه بیام بگم. همین مسئله در رابطه با چپی هاست، همین مسئله در رابطه با هم. چرا؟ خیلی مونده تا یکی به یه جایی برسه که حق رو ببینه. حق رو میدونی چی میدونه؟ اونی که خودش قبول داره، اونی که خودم دوست میدار چیز دارم، نه اونی که واقعا به نفع یعنی راستی باشه، درستی باشه. بگه اشکال نداره، شما اینو میگید بفرما، من ثروتم از کجا اومد؟ که 5 تا خونه برای زیبا درست کردین، در صورتی که خب 8 تا خونه. آره 8 تا. ببین من الان من نمیگه بگه 18 تا، بگه 20 تا، حرف دیگه زده ها. خب من الان مدرک دارم که شما، من وکالت دارم توی محضر هست، وکالت نامه دادم به بابام، اون چیزی که مطبی که به اسم من بود همه چی از نظر قانونی به اسم من بود. چی شد؟ هپو هپو شد با تمام چیزایی که اونجا داشتم. این مطبی که من توی ایران داشتم بازم وکالت دادم به بابام، رهنش 23 میلیون که به من داده بود، گفتم باشه اینم مال تو، هپو هپو شد. گفتم به اسمشون کردم، اگر میگفتی همه اینا رو به من داده بودن. من میتونم اینا رو ثابت کنم که تمام اون وسایل، تمام اون چیزا، چه چیزی در این خونه من از شما دارم؟ شما میگید اون چیزی که خونه درست کردید برای من، خب بیایید بگید چیا بوده و چیا رو من بردم، چه چیزایی رو من داشتم، چه چیزایی. واسه همین من همه پول دندونارم بهش دو نیم برابر 2 میلیون داده بود، من 4.5 میلیون بهش دادم.
که بابام ناراحت شده بود، طلاهاشو بهش برگردوندم، طلاهایی که داده بود عزت برای من بیاره. یکی از بچه منظورش این بود که نزدیک 8 تا خونه براش خرج کردیم که اعدام نشه. چه ربطی داره؟ نه 8 تا خونه ببین این الان میگن دیگه، پس چرا من تا الان نمیدونستم؟ چرا اون موقعی که تا الان نگفته بودم ما برای تو زندان خرج کردیم؟ ولی من اونو خودم دیدم که بابا اونو تو زندان نوشتم، که تو زندان شما اومد بابای من جلوی حاج داوود یه چک در آورد داد. ادعا کنه. الان من میتونم ادعا 10 تا ادعا کنم. حرفه دیگه، حرفه. مثل اون کسایی که میگن زیبا تیر خلاص زده. آخه ببین یه جا برای پول من که اعدام نکنن اینجوری کردن، یه جا میگن زیبا انقدر طرفدار رژیم شده بود. بعدم زیبا یه چیزی که هست که خیلی از کسانی که اون زمان اعدام میشدن از حالا مثلا اون شاه دوستا و اینا همشون خیلی ثروتمند بودن، اگر قرار بود کسی رو به خاطر پول اعدام نکنن خب اونا میتونستن بیان از یه همچین آپشنی استفاده کنن. پول دادید که مثلا ثروت چیز کرد، چرا به علی پول ندادید اعدام نشه؟ چرا به علی پول ندادید؟ شوهر من بود دیگه، چرا اون رو اعدام کردن؟ همکاری که کرده بود، کلی مسائل داشت، چرا این کار نکردید؟ حرفه دیگه، حرفه. ما یه سری بیا بگو این همه این پول رو دادم به کی دادم؟ افشا کن، برملا کن، بذار ببینیم کیا رشوه گرفتن، کیا رشوه گرفتن. بله ممکن بود بری خدا خواهش کنی، بری بگی دختر منو اعدام نکنید، این ور برید اون ور برید خواهش کنی، ولی ببینم چقدر پول دادی، چقدر پول دادی من بدونم، بدونم. یا اینکه الان دارید اینا رو میگید بابا؟ فکر کنم یه ساعت شد لایف. آره یه ساعت تموم شد، بریم دیگه. بچه ها مرد به سبزی من بیا سبزی همون نشون بدم، حالا اب نه سبزی همون هم نشون بدم اینجایید. آره اینجا جعفری گشنیز و نعنا، گشنیز نه این نعنا، مرسی. این پوی چیزاش که اینا رو میریزن تو آش، اینم کلم سنگ اینا رو ریز کردم، این پوستاش هم الان دارم نصف میکنم، ریز میکنم، اینا هم برای آش خوبه. اینم سنبول من شنبول، شنبول شنبول نه شنبول شنبول میشه یه چیز دیگه، شنبول یه چیز دیگه میشه سنبول. آره خب بچه ها بریم دیگه، بچه ها بریم. وای دیگه آهنگ نمیذارم دیگه، آهنگ تطلو بمونه برای بعد تو گذاشت. مرسی، باید.